حجت الاسلام دکتر نجف لکسایی، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. تعدادی از کتاب‌ها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه، کتاب اندیشه سیاسی صدرالمتالهین، کتاب اندیشه سیاسی آیت الله مطهری، مقاله بررسی تأثیرات آراء اصولی امام خمینی رحمت الله علیه بر فقه سیاسی ایشان، مقاله مناسبات فرهنگ و سیاست از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم شما بینندگان عزیز، خدا رو شکر میکنم که توفیق داد جلسه دیگری از بحث سبک زندگی طراز رو در خدمتتون باشیم. آخرین بحثی که داشتیم و امروز و در این جلسه انشاءالله تکمیلش میکنیم، شاخصهای مربوط به سبک زندگی عاقلانه و سبک زندگی جاهلانه بود در عرصه عفت و شهوت بحثش اومد، در عرصه شجاعت و غضب هم بحثش مطرح شد، وارد بحث عرصه حکمت شده بودیم. اینجا درباره ایمان مختصر بحثی ارائه کردیم. به هر حال سبک زندگی عاقلانه به دنبال علم و دانش و ایمان و حق هست و ضدش میشه شیطنت. یعنی در عرصه سبک زندگی جاهلانه به جای حکمت و عقل، وهم میره به سمت شیطنت و در نتیجه ضد اون شاخصهایی که در عرصه حکمت بود ما در عرصه شیطنت داریم. به جای مثلا حق گرایی باطل میاد روی کار، به جای امید یأس میاد روی کار، به جای ایمان استکبار میاد و محور زندگی شخص رو تعیین میکنه. برخی از مهمترین شاخصهای زندگی جاهلانه در عرصه شیطنت این مواردیه که آمده: استکبار، باطلگرایی، عجب یا خودشیفتگی، رب، پنداری خود، یعنی همون کاری که فرعون انجام میداد. فرعون بحثش این بود که انا رب و کمل اعلا، یعنی به جای اینکه اینها به خدای متعال توجه داشته باشن و خدا رو رب خودشون بپندارند، یک طاغوتی میاد و خودش رو در جایگاه رب قرار میده و بقیه مردم هم دنبال رو به او هستند. به جای امید یأس میاد. وقتی که رب پنداری حاکمان اتفاق میفته، برده پنداری ملت هم اتفاق میفته و ریا. اگر در عرصه شیطنت روی یک شاخص بخوایم بیشتر از بقیه تأکید بکنیم، همون اقدامی هست که ابلیس انجام میداد. در واقع در بحث ابلیس و شیوهی که برای گمراه کردن انسانها در نظر گرفته، خب همون شیوهیه که در مورد آدم و حوا مورد استفاده قرار داد. اونجا آیه شریفه قرآن می‌فرماید که و قاسمهما انی لکما لمنن ناسهین لمنن ناسهین. این خیلی روش عجیبیه. میگه که ابلیس قسم خورد برای آدم و حوا،
قسم خورد که من خیرخواه شما هستم. یعنی مشکلی که اینجا پیش میاد اینه که ابلیس اگر می آمد و به انسان می گفت که من آمدم که شما رو گمراه بکنم، خب هیچ انسانی گمراه نمی شد. مسئله‌ای که وجود داره اینه، این میگه که من اومدم که شما رو به مقام جاودانگی برسونم، میخوام شما رو به یک ملکی و پادشاهی و قدرتی برسونم که از بین نمیره، از بین نرفتنی هست. میخوام شما رو به مقام خلد و جاودانگی برسونم. این شبیه کارهاییه که امروز در عرصه بین المللی میبینیم که نظام سلطه انجام میده. یعنی محورهایی که دارن محورهایی هست در دفاع از حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، صادرات به اصطلاح دموکراسی. یعنی وارد کشورهای دیگه میشن به عنوان اینکه میخواهیم دموکراسی رو توسعه بدیم، میخواهیم حقوق بشر رو مورد حمایت قرار بدیم، میخواهیم با تروریسم مبارزه بکنیم، ولی در عمل این اتفاق نمیفته و میبینیم که اون چه اتفاق میفته در جهت عکس هست. از این رو هست که میگیم اینجا شیاطین فعال هستند و شیاطین هستند که انسانها رو دعوت میکنند به این مسائل. خب آنچه ما تا کنون گفتیم سه تا در واقع ویژگی بود. یعنی ما بحث شجاعت رو گفتیم، عفت رو گفتیم و حکمت رو گفتیم. اینها میان ذیل یک چتر بزرگتری قرار میگیرند که اون عدالت هست. چنان که در بحث عکس اینها هم همینطوره، یعنی در قسمت ضد اینها هم همینجوره، یعنی بحث تحتک، بحث غضب و بحث شیطنت، اونجا هم یه همچین اتفاقی میفته. برای اینکه تصورمون از این بحث دقیق تر بشه، نمودارش رو من خدمتون با توضیحاتی عرض میکنم، بعد میاییم روی این جدولی که داریم تا بحث رو بتونیم نتیجه گیری بکنیم. ریاست عقل ما رو میبره به سمت سبک زندگی عاقلانه. ریاست عقل اگر بر نفس ما اتفاق بیفته، عفت و پاکدامنی نصیب انسان میشه، به اضافه شجاعت، به اضافه حکمت. این نتیجه میده عدالت رو. یعنی چون این فردی و چون این جامعه و چون این حکومتی و چون این خانواده میرسه به عدالت. خروجی ریاست عقل بر وجود انسان در عرصه محرک های انگیزشی عفت و شجاعت رو به دنبال میاره، در عرصه محرک های معرفتی اون محرک معرفتی نامعتبر رو و توهمی رو از دور خارج میکنه، حکمت رو به ارمغان میاره، اینجا عدالت نتیجه میشه. پس سبک زندگی عاقلانه میشه در واقع سبک زندگی عادلانه. سبک زندگی عاقلانه میشه سبک زندگی عادلانه. سبک زندگی عاقلانه میشه سبک زندگی عادلانه. یعنی اینجا عقل رو داریم به اضافه عدل، محصولش میشه عاقل عادل. در ساحت‌های مختلف این
عاقل عادل اتفاق میفته، یعنی در ساحت فرد، در ساحت خانواده، در ساحت جامعه، در ساحت دولت، در دیگر ساحت‌ها، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و هر چیزی که باشه. اما اگر ریاست عقل پذیرفته نشود، فقدان ریاست عقل، کسی نخواست زندگی خودش رو بر اساس عقل تنظیم بکنه، اینجا میگیم که سبک زندگی جاهلانه به وجود میاد، چون جهل در حدیث جنود عقل و جهل در برابر عقل بود. این جهل به معنای بیسوادی نیست، بلکه این جهل به معنای بیسامانیه از نظر مادی و معنوی. اون وقت تنظیمات اون محرک های انگیزشی به این شکل میشه: تحتک یعنی پرده دری، بی حیایی، به اضافه خشونت گرایی، خشونت و تهور، به اضافه به جای حکمت شیطنت اینجا میاد، یعنی منبع معرفتیش هم نامعتبر میشه. اینجا نتیجه‌ای که حاصل میشه ظلم هست. بنابراین سبک زندگی جاهلانه ما رو میرسونه به ظلم و با جاهل ظالم اینجا مواجه هستیم. جاهل ظالم، باز این جاهل ظالم هم تو هر کدوم از اینها میتونه باشه، یعنی فرد جاهل ظالم، خانواده جاهل ظالم، جامعه جاهل ظالم، دولت جاهل ظالم و الی آخر. که البته این در جلسات گذشته عرض کردیم که در انواع مختلفی قابل تصور و ترسیم هست، که در اون جلسات 7 نوعش ترسیم شد با توجه به این که ریاست وجود انسان در اختیار کدومی که از این محرک ها قرار بگیره. یعنی گاهی انسان میشه صرفاً منفعتگرا، شهوتگرا، گاهی میشه خشونتگرا، گاهی میشه مکار و حیلگر و فریبکار، گاهی هم ترکیبی از اینها اتفاق میفته. خب با این توصیف برمیگردیم به نمودارهایی که داشتیم و سعی میکنیم بحثی رو که تا کنون خدمتتون داشتیم انشاءالله در ادامه جلسه امروز به یه جنبندی برسونیم. خب در عرصه جنبندی، در عرصه عدالت، ببینید که این ستا رو داشتیم: شجاعت، عفت، حکمت. بعضی از عناصر دیگه هم در حوزه عدالت برجسته تر میشه. در واقع این صرفاً یک عدالت غیر توحیدی نیست، بلکه یک عدالت توحیدی باید باشه. عدالت اگر از توحید و خدا باوری جدا بشه ما رو دچار مشکل میکنه، چنان که باید با بصیرت، خودبختی و شریعت گرایی هم توأم باشه. همچنین اوصافی مثل میان روی، اطاعت از خدا، اخلاق گرایی، توکل به خدا، دعا، امانتداری و خداگرایی در کنار خدا باوری دست به دست هم میده و این سبک زندگی عاقلانه عادلانه رو ایجاد میکنه. در ادامه این جلسه انشاءالله ادامه این جنبندی رو خدمتتون خواهم بود و سعی میکنیم از مباحثی که در جلسات گذشته داشتیم یه دستاوردی انشاءالله داشته باشیم. یکی از
ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن. این موضوع رو می‌خواهیم امروز یه قدری بحث کنیم. رفتار اجتماعی، شیوه زیستن، اینها عبارت الاخرای یکدیگره. این یک بُعد مهمه. ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم که هدف انسان رستگاری و فلاح و نجاح است، باید به سبک زندگی اهمیت بدیم. اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی، باز پرداختن به سبک زندگی مهمه. بنابراین مسئله اساسی و مهمی است. بحث کنیم درباره این که در زمینه سبک زندگی چه باید گفت، چه میتوان گفت. یکی از واژه‌های دیگری که در قرآن کریم داریم و البته اکنون فرصت پرداختن بهش نیست، واژه احسان، محسن و محسنین هست که در موارد مختلفی آمده که خدای متعال اجر محسنین رو ضایع نمی کنه، یا اینکه خدای متعال محسنین رو دوست داره. در واقع انسان عاقل عادل میشه انسان محسن، میشه انسان نیکوکار، و بحث احسان در واقع اتفاق میفته. اگر عدالت از سطح فردی عبور بکنه و به سطح اجتماعی برسه، ما میتونیم بگیم که عدالت در این عرصه ها باید اتفاق بیفته. عدالت در سطح نظام سیاسی، که نظام سیاسی عاقلانه و عادلانه باشه. لازمه تحقق عدالت در سطح نظام سیاسی این هست که در 4 سطح دیگه عدالت اتفاق بیفته. یکی عدالت ساختاری، یعنی عدالت در سطح ساختارها. دوم، عدالت در سطح کارگزاران و مدیران. سوم، عدالت در سطح رفتارها. و چهارم، عدالت در سطح قوانین، که هر کدوم اینها هم میتونه تقسیم بشه به عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و غیره. یعنی وقتی ما میگیم عدالت در سطح قوانین وجود داشته باشه، مجلس شورای اسلامی در کشور ما یا پارلمان در هر کشوری که میخواد عدالت در جامعهش حاکم باشه، باید انجام بده اینه که قوانین رو از منظر عادلانه بودن بررسی بکنن. چون گاهی قانونی تصویب میشه در زمان تصویب عادلانه بوده، اما وقتی مدتی میگذره روابط تغییر میکنه، شرایط تغییر میکنه، مقتضیات تغییر میکنه، میبینیم که اون قانون برای اکنون دیگه عادلانه نیست. قوانین در عرصه های مختلف و همینجور در سطح رفتارها، اینکه چه رفتارهایی عادلانه هست، چه رفتارهایی ظالمانه هست، اینها احتیاج به مطالعه داره، احتیاج به بررسی داره. مخصوصا تو عرصه کلان و عرصه جامعه اینها باید تنظیم بشه، به قول امروزی ها استاندارد سازی بشه. اگر ما یک کسی رو در یک کاری قرار میدیم، باید یه فهرستی از رفتارهای درست و نادرست در اختیار او قرار بدیم. مخصوصا حوزه اخلاق حرفه‌ای اینجا خیلی مهم هست که تقویت بشه. در بحث کارگزاران، مدیران و کارشناسانی که در عرصه‌های مختلف در درون نظامات کار میکنن به همین شکل. مثلا در بحث کارگزاران میگیم یک قاضی چه ویژگی هایی داشته باشه، یا
کارگزاری که در دیگر بحث ها و بخش ها هست و همینطور در سطح ساختارها، ساختارهای اقتصادی، فرهنگی، قضایی، این ساختارها هم باید عادلانه باشه. گاهی فرد عادله اما ساختار عادلانه نیست. وقتی فرد عادل در یک ساختار غیر عادلانه قرار میگیره نمیتونه به عدالت عمل بکنه مگر اینکه اون ساختار رو تغییر بده و گاهی تغییر ساختار دست خود کسی که در درون ساختار کار میکنه نیست. مثلا توی دنیای مثالی من براتون بزنم، چیزی که در سازمان ملل اتفاق افتاده از یک ساختاری داره استفاده میشه به نام شورای امنیت. در شورای امنیت 5 تا کشور عضو دائمی هستند، اینا کشورهای قدرتمند جهان هستند و از یک حقی به نام حق وتو برخوردارن. این که اسمش هم گذاشتن حق، چون حق نبوده واقعا، خواستن اینجوری با اصطلاح این رو تبدیلش کنن به حق. خب حالا همه کشورهای دنیا یه طرف قرار بگیرن، یکی از این کشورهایی که از حق به تو برخورداره باش مخالفت بکنه، میبینید که اون تصمیم دیگه ملغا میشه و کان لم یکن تلقی میشه. خب بریم سراغ بحث بعدیمون که جنبندی بحث در عرصه ظلم هست. شاخصهای سبک زندگی جاهلانه در عرصه ظلم جنبندی میشه، یعنی اون سبوعیت و درندخویی و تحتک و شهوتگرایی و شیطنتگرایی خودش رو در خودخواهی، طاغوتگرایی، افراط و تفریط، خیانت و از این قبیل نشون میده که حالا من نمیخواستم که همه اونها رو دوباره اینجا تکرار بکنم. مجدداً در بحث ظلم همون ساختاری رو که تو بحث عدل داشتیم اینجا هم اتفاق میفته، یعنی یه ظلم در سطح نظام سیاسی کشورها گاهی اتفاق میفته که میگیم نظام سیاسی عادلانه هست یا ظالمانه هست، و گاهی در سطوح پایین تر، یعنی ظلم در سطح ساختارها، ظلم در سطح کارگزاران، ظلم در سطح رفتارها و ظلم در سطح قوانین، که خب باز اینها هم در همون عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و غیره قابل بررسی هست. جنود عقل و جهل و شاخص های عقل گرایی و جهل گرایی و توسعه و پیشرفت و عقب ماندگی شامل همه این سطوح و ساحات میشه و میخواد از ما که حتما توی این عرصه ها بحث رو با دقت بیشتری پیگیری بکنیم. یه جنبندی باز کلیتر از اون چه که در ذیل بحث عدل و ظلم انجام دادیم در قالب این نمودار قابل انجام هست. محرک ما انسان‌ها، محرک ما در عملمون، در رفتارمون یا عقل است یا جهل، طبق اون چه که در الگوی امام صادق علیه السلام آمد که یک الگوی قرآنیه، یعنی در قرآن ما دعوت شدیم از سوی خدای متعال که عقل رو به عنوان نعمت خدادادی که در اختیار ما قرار گرفته فعال بکنیم و از جهل و طبیعت خودمون دور بشیم، بریم به سمت فطرتمون. اگر محرک ما عقل باشه مبدا حرکت ما میشه الله، خدا. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فراد. لله حرکت کنید، چه فردی حرکت میکنید چه گروهی. اگر خدای نکرده محرک ما جهل باشه مبدأ حرکت ما طاغوته. طاغوت اول طاغوت نفس خود ما هست، توی بیرون هم طاغوت‌های دیگه ما رو مورد ظلم قرار خواهند داد، که امام رحمت الله علیه در همین کتاب حدیث جنود عقل و جهل فرمودن که وقتی میگه
یه دونه موعظه براتون دارم خدای متعال، که لله حرکت کنید، یعنی لنفس حرکت نکنید، هواهای نفسانی خودتون رو کنترل کنید. فعلی که اتفاق میفته در جایی که محرک ما عقل، مبدأ ما الله، هدایت، شاخص ها میشه جنود عقل، 75 تا شاخصی که در حدیث جنود عقل آمده بود. جایی که محرک ما جهل باشه، مبدأ ما طاغوت نفس یا طاغوت های بیرونیه، فعل میشه گمراهی، زلالت در تعبیر قرآن کریم، و شاخص هاش میشه جنود جهل. 75 تا شاخص برای عقب موندگی ذکر شد. مقصد در اولی طبیعتاً میشه سعادت، در دومی میشه شقاوت، سعادت دنیا و آخرت، شقاوت در دنیا و آخرت. این هم یک خلاصه دیگری از بحثی که داشتیم. اما مسئله دیگری که میخوایم مطرح بکنیم اینه که این سبک زندگی طراز رو اگر بخواهیم تحقق پیدا بکنه در سطوح مختلف، یعنی تمدن طراز اسلام، جامعه و فرد طراز اسلام، دولت طراز اسلام، این باید به اجرا اگه بخواد در بیاد لوازمی داره. لوازمش اینه که ما از ساحت دانش و علم این رو ببریم به عرصه فرهنگ سازی و گفتمان سازی و اجرایی سازی. مستحضر هستید که هر بحثی وقتی در ساحت ارزش ها به مثابه یک معرفت مطرح میشه، مثلا همه اون چه که در قرآن کریم آمده، اینها ارزش ها و ضد ارزش ها رو خدای متعال در این قرآن برای ما بیان کرده. در حدیث و از جمله در همین حدیث جنود عقل و جهل، امام صادق علیه السلام برای ما بیان میکنن که اگه میخوایید سعادتمند بشید در دنیا و آخرتتون، در مسیر هدایت باشید، باید به این جنود عقل عمل بکنید و از جنود جهل فاصله بگیرید. مثل همین بحث الگوی توسعه و پیشرفت که الان در جامعه ما مطرحه. اگه ما بخواهیم پیشرفت بکنیم، صرف این که یه سری از ارزش ها رو روی کاغذ بیاریم کافی نیست، بلکه این ارزش ها رو باید تبدیل بکنیم به راهبرد، راهبرد ها رو باید تبدیل بکنیم به فرایند، و فرایند ها ما رو برسونه به مدل سازی عینی. وقتی ارزش های ما تجلی عینی و بیرونی پیدا کرد، اونگاه ما میتونیم بگیم که یک فرد طراز اسلام داریم، یک خانواده طراز اسلام داریم، یک جامعه طراز اسلام داریم، یک دولت طراز اسلام داریم، و یا حتی میخواییم بریم به سمت تمدن نوین اسلامی. تمدن نوین اسلامی تجلی دین هست، تجلی ارزش های دینیه، تجلی این جنود عقل و جهل در رفتار ما، کردار ما، قوانین ما، ساختارهای ما و نظامات ما در عرصه های مختلف هست. از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید تا سبک زندگی عاقلانه عادلانه رو هم خودمون روز به روز در میان خودمون تقویت بکنیم و هم کمک بکنیم که دیگران هم در این مسیر قرار بگیرند و آلام و رنجها و دردهای بشریت کاهش پیدا بکنه. در پناه خدای مهربان باشید. از اینکه به این سلسله جلسات گوش دادید، همراه ما بودید، تشکر میکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.